با درود، در سمت نو امروز 10 بهمن همراه من رونک فرجی، فرنک سلیمانی و هدیه تازه هستید. امروز همچنین غزل عبداللهی عزیز، دختر عالی مطلب‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین و صدرا عبداللهی، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما هستید تا به مناسبت نمایش آثارش در نمایشگاه در هامبورگ آلمان با او گفتگو کنیم و حتما به صورت مستقیم هم صدای شما رو از طریق شماره تماسی که می‌بینید می‌شنویم تا از شما بپرسیم که با مشخص شدن بودجه 1402 و وعده وعید رئیسی و دولت مردان این سیستم، شمایی که در اون شرایط زندگی می‌کنید با چه مشکلاتی روبرو هستید و چقدر این وعده‌ها تحقق پیدا کرده. برنامه امروز رو با مقدمه آغاز میکنم از مهدیس فخاری که خیلی به دلم نشست. وقتی برف میبارد آدم به چه چیز فکر میکند؟ کشاورز به محصولش، نجار به چوبهایش، راننده‌ای که باید بزند به دل جاده، به ماشینش، به ترافیک و راهها، آن که باید از خانه به سمت مدرسه و دانشگاه و محل کار برود، به مسیری که باید طی کند، آن که کسی را در زندان دارد، باید به زندانیانش، به این که هم آیا او هم برف رو میبیند، با سرمای هوا چه میکند، آیا سلول و بند به اندازه کافی گرم است، آیا اصلا سلولش پنجره دارد که بارش برف خبردار بشه. اما شاید کمتر کسی به آدمهایی فکر میکنند که در این سرما پشت دیوارهای زندان منتظر خبر ملاقاتی یا نور امیدی از طرف عزیز در بندشون هستند. وقتی برف میبارد شاید کمتر کسی حواسش به خانواده زندانیان و بازداشت شدگان باشد. کاش این روزها بیشتر به فکر خانواده زندانیان و عزیزان دربند باشین و صداشون باشین. خیلی خوش آمدی هدیه عزیز. مرسی که امروز همراه ما هستی. مرسی. خوبی؟ خوشگله من؟ نه، روناکو میگم. با من داره. من خیلی خوبه. نفست گرفت. آره یه لحظه. در مورد زندانیان همیشه احساساتی میشم. متوجه شدم. هدیه خانم شما خوبی؟ خیلی خوش اومدید. مرسی از دعوتتون. مرسی از شما. البته بارها شما رو دعوت کردم، افتخار ندادی بیای. ولی امروز خب دستشون پر هست. دقیقاً، دست پر بود. دقیقاً و در مورد برنامه که در به مناسبت روز جهانی زنان تهیه می‌خوای بکنی، می‌خوای با ما صحبت کنی، پس میکروفون رو میدیم به خودت. دستتون درد نکنه بچه‌ها. ما هر سال برنامه زن امروز یا همون برنامه به مناسبت روز جهانی زن را 8 مارچ، یعنی مصادف میشه با 17 اسفند، داریم که پارسال خودتون اجرا کردین، امسال هم دوباره خودتون اجرا میکنید این برنامه رو. خب میدونید که امسال این برنامه یه اهمیت دیگه ای داره به خاطر همین جنبش زن زندگی آزادی است و این برنامه برای زنان هستش. ما دوست داشتیم که بیننده هامونم با ما همکاری کنن تو این برنامه. حالا چطوری میتونن همکاری کنن؟ توی قسمتی دوست داریم که بیننده هامون به ما بگن، برای ما ویدیو بفرستن و بهمون بگن که اونها چه تغییراتی رو برای زنها در ایران فردا میخوان. لطفاً ویدیوهاشون رو به ایمیل zanemruz@manutv.com، همین ایمیلی که این زیر هستش، برای ما بفرستن. خیلی خوشحال میشیم. آره ببین، اولش که خسته نباشی، دومش که چون تو همین الانش میدونم خیلی زحمت کشیدی و میدونم که راه پر زحمتی رو پیش رو داری، دمت گرم که این مسئولیت رو قبول کردی. ما پارسال خودمون سعی کردیم که حالا به هر شکلی هست این برنامه رو تهیه کنیم، ولی امسال چون هر روز شده برنامه واقعا فرصتش نمیشه و هدیه فکر نکن که امسال ولتون میکنم. آره میدونم هدیه جان، اما شما هم خونه بودم، میدونم شما چه بلایی میخوای سر ما بیاری. فرنک اونو بگیر، اونو زنگ بزن، اینو فلان کن. هدیه من یه سوالی دارم، میخوای که از بینندگان ما که با ما همراه باشن بگن که در ایران فردا چی میخوان؟ چقدر چیز خوبی داری میپرسی، چقدر میتونه آدم تصاویر قشنگی تو ذهنش بسازه و بیان کنه. من میخوام ببینم که آیا از بیننده های اهل افغانستان ما هم میخوای که بدونن در افغانستان فردا چه چیزهایی رو برای زنانشون دوست دارن؟ دقیقاً، ما حتما که میخوایم چه افغانهای عزیزمون که ساکن ایران هستن، چه در افغانستان زندگی میکنن، برای ما ویدیو بفرستن. البته اینم بگم که ما اصلا یه قسمتی توی این برنامه زن امروز امسال داریم که اصلا مختص افغانستان هست. بله. پس ما حتما برای ما ویدیو بفرستن به ایمیل zanemruz@manutv.com. حتما. دقیقاً زن امروز، دقیقاً دیدیم دیگه. اونجا هم هستش. حالا تو میدونم بعداً در منتو پلاس هم باز صحبت خواهی کرد، باز هم ایمیل رو میگی و تکرار. اینقدر میگم که برامون خیلی ویدیو بفرستن. دست در. ممنون. و میدونم در مورد
خوی عزیزمون هم میخوای یه آپدیت هایی بدی به بینندگان عزیز، بفرمایید. دقیقاً. دومی شب از زلزله خوی گذشته دارین خودتون میبینید که واقعاً چه اصلا چه شرایطیه، وضعیت فاجعه بار کمک رسانی به مردم زلزله زده. این خیلی جالبه چون این دفعه اولی نیست که این اتفاق میفته و زلزله حادثه‌ای که هر لحظه امکان داره تو هر منطقه ایران اتفاق بیفته و باید واقعا مردم اینجوری سرما بکشن. اتفاقا چند تا ویدیو از گزارشگر مناطق به دستمون رسیده که وضعیت نابسامان کمک رسانی در این منطقه آسیب دیده رو نشون میده که بریم ببینیم با همین ویدیوها رو. و من این رو هم بگم که طبق اعلام مرکز پایش زمین لرزه دانشگاه ارومیه، بعد این زمین لرزه 66 زمین لرزه و پس لرزه هم داشته تا ساعت 12 شب یکشنبه، که خب این داره به ما یک آلارمی میده، یه هشداری میده که خب ممکنه که باز هم تخریب یا اتفاقات بعدی بیفته تو این شرایط بعد زمستونی که میدونیم شرایط چجوریه. و من میخواستم همون موقع که داشتی صحبت میکردی بگم که واقعا این بار اول نیست که این اتفاقات توی ایران میفته و مردم تو این شرایط با اون وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و کسی هم نیست صداشون باشه. و رونک جان، من دیدم که هلال احمر گفته که زلزله زدگان خوی احتیاج دارن، نیاز فوری دارن به پتو و بخاری برقی. و اینکه حالا اگر که به کانکس هم همینطور، ولی خب حالا مردم شریف ما که همیشه زحمت اینجور اتفاقات رو خودشون میکشن نه مسئولین، این دوتا این دو قلم جنس واقعا نیازه اونجا و فوراً هم نیازه. اگر که کسی در توانشه کم نظر لطفه. اتفاقا خواستم بگم یه ویدئوی دیروز دیدم که با آبهاش به مردم آب دارن میپاشن، یگان ویژه بردن. اصلا واقعا الان موقع این کاراست که یعنی دارن مردم سرما دارن میکشن اونجا، بعد آب میبرین میپاشین به مردم به جای اینکه بهشون پتو بدین، کمک رسانی بکنین. یعنی خیلی برام عجیبه، چون وقتی که ما اینجا مسئولین توی این کشوری که ما الان داریم زندگی میکنیم یه سری کارا باید انجام بدن. یعنی من هیچ وقت این دغدغه‌ام اینجا نیست که باید برم به مردم مثلا کمک کنم، چون میدونم مسئولین کمک میکنن. درسته ما آدما کمک میکنن اینجا، ولی این نیست که فقط آدما برن کمک کنن، مسئولین، در صورتی که ما مسئول نالایق داریم تو ایران که هیچ کمکی نمیکنن. و دقیقاً با سازمان هلال احمر داریم که میان فقط بیانیه میدن. آره میگن مردم کمک کنن، بعد گفتن شهرهای اطرافم لطفاً بیشتر کمک کنن، زودتر برسن. جالبه که تو نمیدونستی ماجرا. علی دایی عزیزم که همیشه هستش در این جور مواقع اونجا بودن. جالبه تو نمیدونستی که دستگاه سرکوب رفته سراغ این افراد در خوی و با شلنگ آب وقتی اونها میخواستن، یعنی یک تصاویر عجیبی دیروز اومد بیرون روناکی که من اصلا باورم نمیشد، از باور کردنی نیست این ماجرا. روزنامه اعتمادم خبر داده از اینکه معلوم شده 50% نونی که به مردم ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان میدادن از خاک درست شده بوده. من یعنی صبح این خبر رو میخوندم و ساعت 5 صبح بود، باورم نمیشه. یعنی با من شروع کردم به گریه، حالا نه اینکه بخوام چیز باشم، یعنی از استیصال که دیگه مگه میشه شما مردمی که در صفهای طولانی وایستادن بهشون نون دادین، بعد نونه مزه خاک میداده، بعد مشکل گوارشی پیدا کردن، رفتن بیمارستان فهمیدن بله 50% نون به جای آرد خاک بوده، بعد فرماندار ایران شهر اومده گفته مشکلمون به خاطر الک بوده، خراب بوده، نتونستیم گندم رو از خاک. من واقعا از نمیدونم چی بگم، فقط واجب دونستم اینو اعلام کنم که اگر بیننده ای داریم در اون نواحی لطفا نون نخورید تا اطلاع ثانوی.
واقعا نمیدونم. من یه چیز در مورد موضوع قبل بگم، واقعا الان موقع خوبیه که مردم اتحادشون رو نشون بدن و مسئولین شهروندمون اگه میتونن، واقعا مطمئنیم که میکنن، همونطور که علی دایی هم مثلا دیروز رفته بوده، همیشه هستن، واقعا دستشون درد نکنه. واقعا اتحادشون نشون بدن به مردم، مخصوصا که الان توش شرایطی هستش این زلزله، مردمی که اونجا هستن. فقط میخوام بگیم که واقعا لطفا اتحادتون نشون بدین. 100%. حتی در مورد شهرهای مختلف در سیستان و بلوچستان که میدونیم این روزا چه وضعیتی داره، بریم سراغ تجمعات امروز. بازنشستگان در ایران دوباره امروز تجمع کردن. جمعی از بازنشستگان مس سرچشمه در اعتراض به انتقال صندوق مس بدون رضایت سهامداران به زیرمجموعه وزارت رفاه در خیابان ولیعصر در مقابل دفتر شرکت ملی صنایع مس تجمع کردن. همزمان توی کرمان بازنشستگان مقابل دفتر اصلی کارخونه تجمع کردن و تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد رو داریم به عدم پاسخگویی دستگاه قضایی بعد از گذشت 5 سال بلا تکلیفی. این مالباختگان توی سالهای 96 و 97 با پرداخت مبلغای بیشتر از 1200 میلیارد تومان اقدام به پیش خرید خودرو کردن، اما تا الان خودرویی بهشون نرسیده. دیروز هم اتفاقا راجع به همین موضوع صحبت کردیم. بله، امروز هم این تجمع ادامه داره. من راستش رو بخوام، خب دلیل تجمعات بسیار ناراحت کننده است، ولی همچنان از اینکه افراد دنبال حقشون هستن خوشحالم. بله، و امروز هم متاسفانه من خبر ناراحت کننده ای دارم، اینکه صبح زود دو زندانی بلوچ رو که دو برادر بودن به نام های رسول سفرزای 50 ساله و عبیدالله سفرزای 34 ساله در زندان کرمان اعدامشون کردن. با احتساب اعدام این دو زندانی عزیز از توی این 5 ماه اخیر ما 92 زندانی بلوچ رو داشتیم که اعدام شدن متاسفانه. اما یک نامه از 7 زندانی زن سیاسی علیه اعدام منتشر شده همین امروز. هستی امیری، نوشین جعفری، رها عسکری زاده، سپیده قلیان، نرگس محمدی، عالیه مطلب زاده و بهاره هدایت نامه نوشتن و انزجار خودشون از مجازات اعدام با سلب حق حیات نشون دادن و گفتن که یکی از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر اعدامه که جراحات ناشی از اون هرگز التیام پیدا نمی‌کنه و اینکه گفتن که از افکار عمومی می‌خوایم که روی این توقف حکم اعدام پافشاری کنن و از پایین ننشینن و باز هم اتحاد مردم رو خواستن. هفته پیش هم عده دیگه ای از زنان زندانی سیاسی از جمله فائزه رفسنجانی، اونها هم در برای اعدام نامه داده بودن. واقعا دمشون گرم، از داخل زندان به چه چیزهایی فکر میکنن و چقدر برشون مهمه، این ریسک رو میکنن، این خطر میکنن. خیلی جالبه، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی اومده گفته بیشترین شناسایی کردیم بیشترین استانهای ایران که کودکان کار دارن. گفته توی اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان، رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، کردستان، مازندران، هرمزگان و یزد بیشترین کودکان کار شناسایی شدن. خب من می‌خواستم بگم آفرین که شناسایی کردین، دستتون درد نکنه. حالا چه تلاشی می‌خواید برای این کار بکنید، برای ممانعت از این کار بکنید؟ وگرنه که ما می‌دونستیم که کشورمون پر از کودکان کار جدیدن که دیدیم در فضای مجازی. من دیروز دیدم کودکان با لباس پاکبانی دارن پاکبانی می‌کنن، یعنی رسماً کودک کار به رسمیت شناخته شده. بعد انقدر پرو میاد آمار میدید، خب که چی؟ بعد پشتش هیچ راه حلی نمیدید. واقعا روتونو برم. دیروزم یک ویدیوی منتشر شد که یه متصدی داروخونه در آمل با یک معمم که داره به یک خانم حجاب رو تذکر میده و میگه که حجاب درست نیست، درگیر میشن، درگیر لفظی پیدا میکنن و این ویدیو خشم کاربران رو تو شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و خب متاسفانه طبق معمول به جای اینکه برن به معمم بگن که به تو ربطی نداشته یا هر چیزی، داروخونه رو تو آمول پل اوم کردن. بریم ویدیو رو ببینیم برگردیم. ما خدمات نمیدیم چون به خانم دکتر راجع به کشف حجاب تذکر دادم، درسته یا نه؟
من تذکر دادیشون خواهش کردم. بنده خانم دکتر اینجا کشف حجاب کردم. بنده به عنوان مصمم تذکر دادم. فرمودن به شما خدمات نمیدیم. خانم من کاری ندارم. اشکال ندارم. بفرما بارو بیرون. بنده سرنگ انسولین. سرنگ برای انسولین میخوام. سرنگ برای انسولین میخوام. پول شما اینجا خرج من پول شما اصلا ندارم بیان اینجا این کار درست نیست فکر درست نیست چرا فکر درست نیست آره من درست نیست بنده 10 تا سرنگ میخوام 10 تا سرنگ برای انسولین میخوام درست نیست وبسایت حقوق بشر کردستان اعلام کرده که سامان یاسی خواننده رپ اهل کرمانشاه رو شنبه 8 بهمن از زندان رجایی شهر کرج به مکان نامعلوم منتقل کردن که مشخص نیست هنوز کجاست. امیدوارم حالش خوب باشه. دقیقاً و یه سری دیگه که آسیاج حقیقی و امیر محمد احمدی برای تو کوچه رقصیدن هر کدوم به 10 سال زندان 10 سال و نیم زندان محکوم شدن. فقط برای اینکه توی کوچه رقصیدن. این زوج بلاگر هستن و این حکم رو قاضی صلواتی داده که رو هم رفته 22 ساله و به غیر از این حکمی که برای زندان هست 2 سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی. خب این که الان مردم اصلا نمیتونن استفاده کنن اینقدر اوضاع بده و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کردن. بعد اون آقایی که تو اهواز سر همسرش رو بریده به 8 سال حبس محکوم شد. واقعا اصلا بله یه پکیجی داریم از رقصشون ببینیم لذت ببرم از رقص نور بپاشیم به تیرگی ها یه روح تازه بدیم به ایران جای این که بی خود بشینی بشی پا چه میشه یه نفس تازه بگیری بدیم ما بیا یه کوه بشیم و یکی شیم هم بیا یه صدا بشیم که ببیجه بچه ها امروز سالگرد 75 سالگی ترور گاندی هستش. چرا من دوست داشتم حتما راجبش امروز حرف بزنم؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی که منجر به ترور گاندی شد مهمه. داستان چیه؟ داستان اینه که گاندی مخالف بود با مخالفت با مسلمانان و همیشه حرفش این بود که چرا هندو جلوی چشم من دارین مسلمان‌ها رو می‌کشین در حالی که مسلمانان خب اون موقع دشمن هندوها حساب می‌شدن ولی گاندی مخالف خشونت بود و در نهایت 2 هفته تقریبا قبل از ترورش اعتصاب قضا رو دوباره شروع کرد. کاری بود که گاندی اون موقع میکرد برای اینکه بتونه به تفکر و قلب مردم تاثیر بذاره برای اینکه خشونت رو بذارن کنار و خب حالا من میخوام سریع بگم چون میدونم وقت برنامه کمه و خب این باعث شد که درست از 1 هفتیر یه گوله بهش شلیک شد موقعی که داشت برای چی میگن نه حالا نماز اسم دیگه نماز چی میشه چون هندوها که نماز نمیخونن برداشت میرفت در برای غروب پرستش غروب که میرفت کشته شد و ولی این 1 تیر نبود و 1 گله نبود تفکر جمعی بود که از خشونت پرهیزی خوشش نمی اومد و همچنان هم هستن هندوهای رادیکالی که با مسلمانان خوب نیستن ولی امروز با گذشت 75 سال از ترور گاندی هند همچنان کشور آزاد و رها از حکومت استعماریه و این مدیون شخص گاندیه که مخالف خشونت دقیقاً و ما هم داریم گاندی های بسیاری در ایران که الان در بند زندان هستن و همیشه باید اسمشون رو فریاد بزنیم. من در مورد ندا محسنی بارها گفتم راجع به صحبت کردم که 2 مهر دستگیر شده و بهش حکم 5 سال حبس دادن به اتهام لیدری و به اتهام توهین به نظام هم 2 سال بهش حبس دادن ولی عکسش رو دارید میبینید به خاطر اینکه بطری آب داخل کیف ندا بوده گفتن که بنزین بوده به خاطر اون بطری آبی که تو بهش گفتم بنزینه برای همونم 2 سال بهش حبس دادن و 9 سال حبس گرفته سرجم به خاطر اتهاماتی که واقعیت نداره ندا نم بگم که بیماری داره و حالش خوب نیست فرد دیگه امیر چمنی هستش فعال کارگری که 15 آبان در تبریز دستگیر شده بعد از بازجویی بر اجرای حکم 1 سالش که حبس تعزیریه به زندان مرکزی تبریز رفته نفر بعد حسن قنبری هستش فعال مدنی و از زندانیان سیاسی سابق که 30 شهریور در جریان اعتراضات در کرج دستگیر شده با گذشت بیش از 80 روز همچنان در شرایط بلا تکلیف به سر میبره
فرید مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و فعال مدنی، چهارشنبه 2 آذر بازداشت شده و به زندان قرچک ورامین منتقل شده. خانم مرادخانی در ویدیویی به مقایسه رهبر جمهوری اسلامی پرداخته با هیتلر و موسولینی و از نهادهای بین المللی خواسته بود که در قبال حوادث ایران بی تفاوت نباشند. فرید مرادی، دانش آموخته رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسئول نشریه بلوط، 16 آبان بازداشت شده. از یک ماه پیش هم به زندان تهران بزرگ منتقل شده و دادگاهش یک روز بعد تشکیل شده و با اتهامات زیادی مواجه شده و ولی الان به قید وثیقه آزاد هستش. اشکان سلیمانی، معروف به کبریاس، جوان اهل رشت، تتو آرتیست هستش، در جریان اعتراضات بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده. 80 روز از زندان بودنش میگذره و اعدام مصنوعی شده متاسفانه اونجا و دستش هم بر سر شکنجه شکست شده. بله، من قبلا در موردشون صحبت کرده بودم به خاطر اینکه دوستانم در رشت به من این پیغامو داده بودن همون موقع. ممنون رونق جان. من میخوام حالا از بازداشتی ها گفتی یک خبر خوب بدم که به قید وثیقه 500 میلیون تومانی یاشار توحیدی بالاخره موقتاً از زندان آزاد شد. در اون ماجرای آتش سوزی کسی بود که زخمی شده بود با توی ماجرای آتش سوزی اوین و خب خیلی حالش خوب نبود، میدونستیم همه، هنوزم که آزاد شده، ولی خب آزادیش مبارک، ما مبارک خانوادهش و همین. خب این بخش رو به پایان میرسونیم، استراحتی میکنیم و برمیگردیم. همونطور که در بخش اول گفتیم، بودجه 1402 مشخص شد و رئیسی در جریان دفاع از بودجه امسال در صحن مجلس مسکن، تغذیه، معیشت، خودرو و سلامت رو 4 محور اساسی مورد توجه دولت اعلام کرد و گفت ما برای این 4 محور اساسی برنامه کوتاه مدت داریم که حتما در آینده نزدیک با ساماندهی در این محورها وضع متفاوت میشه، قیمت‌ها هم کاهشی خواهد شد. مرور کنیم به این 4 تا معقوله، ببینیم آخرین تیترها و اخبار مربوط به این موارد چیه. شما هم لطفاً با ما تماس بگیرید، بگید با مشخص شدن بودجه 1402 و وعده وعیدای پوشالی رئیسی و دولت مردان این سیستم، شمایی که تو اون شرایط دارید زندگی میکنید با چه مشکلات روبرو هستید و چقدر این وعده‌ها تحقق پیدا کرده. پس لطفاً با این شماره تماس بگیرید که در تصویر میبینید و فرانک. رونق شما، من میخوام با موضوع گاز و قضیه گاز شروع کنم. دیروز توی خبرگزاری فارس که همه میدونیم چقدر راحت دروغ میگه به راحتی، خوندم که نوشته که امسال کمبود تولید گاز نداشتیم و گاز رسانی به روستاهای محروم به دستور رئیسی انجام شده، در صورتی که می‌بینم کاربران تو فضای مجازی دارن میگن که دوغ آبلی از گنده گاز منطقه بیشتر گاز داره. ولی امروز صبح دیدم خبرگزاری ایسنا داره در مورد بحرانی که قطعی گاز در خراسان رقم زده صحبت میکنه. یک ویدیویی به فکر میکنم 14 دقیقه ویدیوه، ولی ما یه قسمتش رو جدا کردیم، ببینیم برگردیم حرف میزنیم بیشتر. الان هول و هوش 10 روزی که با قطع گاز در شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی مواجه هستیم. قطع گازی که اصلا بدون اطلاع بوده و بدون هماهنگی بوده. بابت قطعی برق و گاز و صدماتی که به ما زده شده، کلی از تولید عقب افتادیم. شرکت برقی که توان تامین برق ما نداره یا شرکت گاز نمیتونه که زیر ساخت‌های کشور درست کنه، ما چی گناهی کردیم؟ ما باید حتما کار کنیم و روزی مردم، توکل به خدا روزی مردم بره. خط تولید که رامین دازیم، یه دستگاه ما با 24 ساعت بعض از دستگاه حساسمون کار میکنن و یک ساعت تأخیر که میفته به دلیل قطعی برق، دقیقاً یک ساعت تأخیر در تحویل سفارشاتمون داریم. یه نکته جالب و خنده‌دار این قضایا اینه که خیلی از قراردادهای من قراردادهای دولتی هستش، برای یه طرح‌های عمرانی و زیرساختی استفاده میشه، چه آب چه گاز، و خیلی از قراردادهام با شرکت ملی گاز هستش.
بابت هر روز تأخیر در تحویل کالا کلی جریمه میدیم ما، و الان تقریبا نزدیک 3 هفته است که تأخیر دارم در تحویل لوله های گاز به استان های مختلف. فقط استان رضوی نیستش، خراسان جنوبی هستش، کرمان هستش. متاسفانه 3 هفته اخیر قطع گاز و برق زیان به ما زیادی به ما زد. حالا بخشی از تاسیسات شد که ما تونستیم، چون تو تاسیسات ما بخش عمدی با آب، با برق و گاز کار میکنه. خوشبختانه ما به خاطر اطلاع رسانی که سازمان هواشناسی کرده بود تونستیم در واقع تاسیسات آبیمون رو حفظ کنیم با عایق بندی و در واقع جلوی در واقع منفجر شدن در واقع دستگاه رو به خاطر در واقع یخ زدگی گرفتیم. اما تولیدمون به شدت پایین اومد، بخش از مواد اولیه‌مون فاسد شد. که حتی وقتی که شرکت برق اعلام میکنه، ما با یه پیامک صرفا اعلام میکنن که باید خاموش باشین یا برق پایه استفاده بکنی، حتی به خاطر اینکه همکارا ممکنه رعایت نکنن موضوع، فیده رو قطع میکنن و این موضوع به شدت به تجهیزات ما آسیب میرسونه. و ما فکر میکنم توی امسال بالغ بر 1 میلیارد تومان ما فقط تیرستور و خسارت تجهیزات داشتیم. الان مشکل تامین سوخت داریم، حتی دیزلامونو برای سوختش مشکل داریم که بتونیم به یه برق اضطراری داشته باشیم، لااقل مثلا با 20% با 30% توان تولیدیمون کار کنیم. همین الان تقریبا 1 ساعت پیش بدون اطلاع برق رو قطع کردن. بدون اطلاع برق قطع کردن بسیار بسیار فاجعه برای ما. شاید 10 روزه که هر روز برق ما رو قطع میکنن. ساعت 12 که میشه 1 رو به 12، 12:30 برق ما رو قطع میکنن. خط تولید کورمون، دیگای کورمون الان میسوزه. باز کلی باز بس 10 روز ما معطل بشیم که کورای رنگمون رو دیکاشن عمل عوض کنن، چون اینا داغه، نباید برق قطع بشه. وقتی قطع میشه ما سلام به ما قول دادن از امروز کار کنین، ما اومدیم کار کنیم روز اولشه. شما خوب خوشبختانه در این واحد بودین و برق ما رو دیدین قطع شده. اول برنامه تو گفتی که رئیسی گفته که 4 محور اساسی، 4 محور اساسی مسکن، تغذیه است، معیشت، خودرو، سلامت. جالبه که 4 خودش گفته، 5 تا نام برده. که خب وقتی این تعدیلای نیرو انجام میشه، من نمیدونم مسکن، معیشت، سلامت، تغذیه چجوری میخواد، حالا خود رو نخواستیم، اینا چجوری میخواد تامین بشه. و یه چیز دیگه میخوام بگم، شمایی که دارین رو همه جا همین تو هر روز برای ما ویدیو میاد که مازوت میسوزونین به جای گاز در کشوری که پر از گازه، آمار گمرک نشون داده که شما همچنان دارین گاز صادر میکنین، فقط به خورد مردم ما مازوت دارین میدین. خیلی ممنون. بریم یکی از هموطنان عزیزمون از گرگان به نام خدانور بگیم، ببینیم تجربه ایشون چی هستش از این موضوع. خدا نور جان سلام، خیلی خوش آمدید. سلام. سلام، بفرمایید. درود به شما رونا خانم. درود به شما و هدیه خانم و فرمای خانم، خسته نمشید. سلام علیکم، مرسی. تجربه شما چی هستش؟ بفرمایید. تجربه ما والا کولیباری از تجربه و زخمی که از این انقلاب تایی 40 سال خوردیم. و آخریش هم اینه که الان شما میگید بودجه سال دیگه، شما دیگه بودجه پارسال که 1401 بود، هنوز که هنوزه تو استان نیومده. یعنی الان ما میخوام بریم بانک مراجعه میکنیم که وامی بگیریم، حالا هر کسی یک مشکلی داره مشکلشو حل کنه، ولی میگن که آقا شما معدل نزدیم، میریم معدل پول میذاریم تو حساب، معدل میاریم، میگن آقا ما به ما دستور دادن که حالا فعلا وام ندید، دولت خودش این پولا رو لازم داره. بعد میگیم که میگه پس وامای تکلیفی چی شد، وامایی که به استان به استانداری ها ارسال میشه. هنوز امروز چند بهمن؟ 10 بهمن، یعنی روز تولد من. بعد تولد مبارک. ممنون، مرسی، مرسی. عرضم حضور شما هنوز که هنوز امروز 10 بهمنه، فقط دارن، تازه من امروز به استانداری فرمانداری مراجعه کردم، میگن که حالا ما اسامی رو یادداشت کردیم تو چند روز آینده. یعنی شما قول میدم تا 20 اسفند انقدر این رو میپیشونن تا اینکه بگم خب حالا پایان سال شد، باید صبر کنیم دیگه سال 1402 برسه. دقیقا. بعد این که از این به شما قول میدم که اصلا رئیس جمهور به شما قول میدم، حاضرم به شرفم قسم بخورم که حتی بودجه رو مطالعه نکرده، چون سواد این کنم اصلا نداره. چرا؟ ایشون گفتش که من سال 1 میلیون خانه میدم. هر خونه اگر 500 میلیون تومان هزینه داشته باشه،
آقای رئیس جمهور، شما به من 2 دقیقه وقت داری بگی که 500 میلیون تومان رو ضرب در 1 میلیون بکنی چه مبلغی میشه؟ اگر میتونی بگو، اگر نمیتونی بگو تعداد صفراش چنده. به خدا نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. چرا؟ چون 500 هزار میلیارد تومان پولش میشه و این 500 هزار میلیارد نمیتونه بگه که 14 تا نقطه داره، 14 تا صفر داره. چرا؟ چون سوادش نداره. کسی که من الان سوادم لیسانسه، مطمئنم سواد یه دکترا رو ندارم. کسی که 6 کلاس سواد خونده، سواد داره، آیا میتونه بودجه مملکت رو ببنده؟ بعضیا میگن زیردستیاش میبندن. من میگم که آخه آدم باید سواد داشته باشه که آدم با آدم با سواد برخورد و اون آدم با سواد بیاره سر کار. مطمئنم زیردستاش هم مثل خودشه. کما اینکه الان خودتون هم میدونید دیروز ابر دستور داد که چیکار کنن کل اموال ایران رو که برای عموم برای ملت مثل پارک ها مخابراتی که دادن به سپاه، بله، پارک ها مثل نمیدونم ادارات همه رو بفروشید. من نمیدونم چه بلایی داره به سر مردم میاد. خیلی متشکریم از شما که تماس گرفتید و اینو بگم که همیشه افرادی که سواد اون کار رو ندارن، یعنی یهو میبینیم که کسی که تربیت بدنی خونده میره تو بخش اقتصادی کار میکنه و بالاترین رتبه ها هم میگیره، بالاترین درجات هم میگیره و آگاهی نداره در مورد اون چیزی که داره توش کار میکنه. و هدی اتفاقا این آقای خدا نور عزیز در مورد مسکن داشتن صحبت میکردن و میدونم تو در مورد مسکن میخوای صحبت کنی. دقیقاً رئیس گفتش که مشکل مسکن هم نداریم، در صورتی که مشکل نداریم، هیچ مشکل نداریم. در صورتی که ایمنا خبرگزاری ایران زده که استانداران نهضت ملی مسکن رو در اولویت نذاشتن، مشکلات وام مسکن هنوز پابرجاست. یعنی تناقض رو میبینیم، خودشون یه سی میگن، رئیس یه سی دیگه میگه. اتفاقا داشتم چند وقت پیش توی برنامه‌تون نگاه میکردم، یه مادر دختر، میدونم خیلی تلفن این مدلی میگیریم، ولی یه مادر دختر تو ذهنم مونده که گفتن برای اجاره خونه میخوام برن کلیهشون رو بفروشن. بله. واقعا دارم میگم یه خواهشی واقعا داریم، اگر صاحب خونه هستین و به این پول به پول اجارهش که مستاجرتون میگیرین احتیاجی ندارین، لطفاً این چند وقت تو همین انقلابی که هستیم این شرایط رو درک کنید، یه کمک هم بکنید به کسایی که مستاجر هستن. ولی خب اگه شرایط، یعنی احتیاجی به اون پول اجاره نداریم و صابخونه هستیم، دست همو بگیریم دیگه. تو روزایی که اتحادمون رو نشون بدیم، دقیقاً همه جا باید اتحاد رو نشون بدیم. 100%. تماس دیگه ای داشته باشیم از تهران. خودشون رو حماقت معرفی کردن. خیلی خوش آمدید. درود بر شما عزیزان، خسته نباشید. خیلی متشکرم. من از تهران تماس میگیرم. ببینید، وعده های رئیسی، وعده های قبلی ها، باور کنید من اینا رو میشنوم کهیر میزنم. اینا معلوم الحالن، اینا سوادشون مشخصه، لیاقت هاشون مشخصه. من نمیدونم ما چرا نشستیم اینا رو هی داریم میگیم. چه انتظاری داریم؟ قراره که عوض بشن؟ قراره یه آدم با سواد لایق ایران دوست بیاد سر کار؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ این بازنشسته های عزیزی که الان بلند شدن اومدن توی خیابون، کجا بودن که بیان پشت جوونای ما؟ اونایی که خود رو ثبت نام کردند و بعد از 5 سال الان دستشون به هیچ جا بند نیست. بابا ما ملت ایران داریم سالها چوب حماقتمون رو میخوریم، بس نیست؟ الان میخوان اموال مردم رو بفروشن. خامنه یه ضحاک فسیل شده یه روانی میگه ارث پدرت اموال ایران که بفروشی، تو گوه میخوری اموال ایرانو بفروشی. بله. الان هر کشور دیگه ای بود همه مردمش خروشان شده بودن. درست. من نمیدونم ما چرا خوابیدیم، چرا نشستیم رو مبلای خونمون. درست. چرا بلند نمیشیم؟ درست. این یعنی چی؟ ما هم کسی نمیخره، وگرنه ما مردم ایرانم میخوای بفروش.
به نظر من صحبتاشون خیلی کاملا درست بود. خیلی ممنونیم که به جای ما که نمیتونیم به خاطر شغلمون فوش بدیم شما دادین. ولی یه مسئله‌ای که هست، همه میدونیم چاره کار خیابانه و اعتصاب. خیابان و اعتصاب جمعیت میلیونی و اعتصاب کل کشور برای که کمر اقتصاد بشکنه. ولی از اونجایی که عده‌ای انگار هنوز هستن که نمیخوان باور کنن چه اتفاقی داره میفته، ما دوباره مجبوریم دوباره و دوباره و دوباره مرور کنیم به این، به هر حال بیدارشون کنیم. چه میتونیم بکنیم؟ چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی ما توی پشت میتینگایی که میذاریم، جلسه‌هایی که با هم داریم، به این نتیجه میرسیم که باز بیایم اخبار روزنامه‌های ایران رو تکرار کنیم و باز کنیم برای یه عده‌ای که هنوز به قول هدیه خواب هستن. و میگم راه همه میدونیم، جمعیت میلیونی در خیابان و تداومشه که خب به هر دلیلی اگر به قول ایشون بازنشستگانی که الان اونجا هستن، حالا خوب الان هستن، مال باختگانی که الان اونجا هستن باز خوب الان هستن، ولی نبودن پشت جوانان ما، که البته باز قابل درکه وقتی اینقدر خشونت بالاست، ولی خب همه میدونیم جمعیت میلیونی میتونه جلوی اون خشونت رو بگیره. دقیقاً. و یک بخشی از شعار زن زندگی آزادی همون زندگی هستش و یک بخشی از اون زندگی برمیگرده به مطالبه گری برای داشتن یک زندگی نرماله، دستیابی به پایه‌ای ترین امکانات یک زندگیه که متاسفانه فقط داریم بودجه‌های میلیونی داریم تخصیص میدن به 3 نهاد سرکوبگری مثل سپاه پاسداران، اطلاعات و فرمانده‌های نظامی، و این هیچ کاری فقط برای سرکوب مردمه. بله. برای خود مردم هیچ کاری نمی‌کنن. برنج کیلویی 130 تومان شده و مردم الان دارن کیلویی، یعنی هفته‌ای مثلا 1 کیلو برنج می‌خرن برای 1 هفته‌شون، دیگه نمیتونن مثل قبل. مثلا میوه دونه‌ای می‌خرن که کل میوه رو مثلا اگه 1 کیلو بشه 130,000 تومان. چون دو نفر ببخشید، چون دو نفر از بینندگانمون که زنگ زدن هر دو اشاره کردن به اینکه خامنه‌ای داره بالا می‌کشه اموال مردمو، من خواستم بگم ما توی برنامه‌های اتاق خبر و اینا به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد. شاید امروز ما توی برنامه رو بیشتر زیاد در موردش صحبت نکردیم، فردا هم ما صحبت می‌کنیم، ولی مطمئنا در برنامه‌های پیش روی امروز در من و تو به این موضوع رسیدگی میشه. حتما همینطور. تماس آخر رو هم داشته باشیم از زهرا عزیز از تهران. خیلی خوش آمدی زهرا جان، بفرمایید. الو، سلام. سلام، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. من از تهران تماس میگیرم. بله، بفرمایید. عزیزم، اوضاع کشور ما خیلی خرابه، خیلی ویرانه. خودتون هم میدونید. مرسی فرانک جون، خیلی دوستت دارم، عشقمی. خیلی خرابه، میدونم. اصلا افتضاح، یه چیزی که شاید یه چیزی بدتر از اونی که شما فکر بکنید. ولی من زنگ زدم حالا راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنم باهاتون. من تقریبا 17-18 سالم بود که شوهرم دادم به یک مردی که 15 سال شاید از من بزرگتر بود، یه جوری مثل کودک همسری. من زندگیمو با این مرد با سختی خیلی زیاد، یعنی یه چیزی بهتون بگم، شاید از زیر خط فقر، خیلی سختی، خیلی سختی شروع کردم تا یه جایی اومدم باش. 20 سال من با این زندگی کردم. حالا یک مقدار، نه که بگم خوب شده اوضاعش، یک مقدار از اون حالت اسفناکی بهتر شده، ولی متاسفانه هفته پیش متوجه شدم که این آقا به من داره خیانت میکنه و الان تو رو هم وای میسته، میگه من خوب کاری میکنم که دارم این کارو میکنم. شما نمیدونید من چقدر توی این 20 سال سر و نک، نمیدونید چقدر من سخت کشیدم، چقدر من عذاب کشیدم. نه چیزی به نامت میزنه، نه خرجی درست حسابی بهت میده. ببینید یعنی الان من میخوام واسه کارم یه وکیلم بگیرم، خدا شاهده یه پول تو جیبم نیست یه وکیل بگیرم. من پدرم یه کارگر شهرداری بوده، برده 3 میلیون داره بازنشستگی میگیر. الان من با 2 تا بچه 2 تا پسر کجا بلنشان برم؟ خودم ناراحتی قلبی گرفتم. پسرم الان چند ساله کبدش ناراحته و متاسفانه میبینم در کنار اینا همه این داره به منم خیانت میکنه. میگم تو که میدونی من همه جوره با تو هستم، تو که میدونی من تا اینجا پا تو اومدم. ملای قربونه اون بغض شما برم. برای اگه انقدر داد سدم اصلا صدام در نمیاد. دوست کنم عکسمو بگیرم، تمام تنم رو با چاقو شرح شرح کردم و بفرستم. امداد برمنگه خیلی داره پایمال میشه.
زهرا جان تو اینستاگرام اگر ممکنه به من پیام میدی ما بیشتر بعدم با هم صحبت کنیم در رابطه. من دلم نمیخواد تو روی آنتن زنده گریه کنی، ما با هم صحبت میکنیم. به من حتما تو اینستاگرام پیام بده و اون بالا بنویس کسی که تلفن کرده که من باهات صحبت کنم. باشه قربونت هم میرم. خیلی متشکرم. تو اینستاگرام برای من پیغام بفرست، اسمت زهراست داشت. آره قطع شد. برای من پیام بفرستین، من امروز حتما چک میکنم و شما رو پیدا میکنم. خیلی متشکرم. استراحت کوتاهی میکنیم، برمیگردیم با مهمون برنامه. شنبه گذشته نمایشگاه گروهی در گالری ونتروب در هامبورگ آلمان برگزار شد و مجموعه از نقاشی غزل عبداللهی، هنرمندی که به تازگی از ایران خارج شده، به نام زنان آزاد ایران منتشر شد. نقاشی‌های غزل عبداللهی پورتری تعدادی از زندانیان سیاسی هستش و افرادیه که در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی آزادی، بازداشت، کشته یا ناپدید شدند و گمنامند. او این پورتره‌ها رو بر روی فیلتر قهوه دمی کشیده. سلام غزل جان، خیلی خوش آمدید. سلام، حالت خوبه؟ متشکر، ممنون. خیلی خیلی خوش اومدی غزل جان. من میخوام اول از همه یه سوال فنی ازتون بپرسم. به عنوان یه نقاش چی شد مواد کاربردی آثارت رو کاغذ قهوه انتخاب کردی؟ خب این پروژه در واقع از خیلی سال پیش از سلف پورتره هایی که من از خودم نقاشی میکردم شروع شدن و اون زمان مامان هنوز به زندان نرفته بود و اینکه از این ایده خیلی استقبال کرد و خیلی دوست داشت و من به نظرم رسید شخصا که از قهوه‌ای که در طول روز هر روز صبح ما بیدار میشیم و مینوشیم و خب این کاغذیه که قهوت رو میخوری و میندازی دور و هیچکی به ذهنش نمیرسه که میتونی با این چه کارهایی انجام میدی. و وقتی من شروع کردم رو اینها نقاشی کشیدن، بعد از یک مدت دیدم که این کاغذها روح بیشتری میدن به صورتهایی که روی اینا نقاشی میشه و اینکه این متریالیه که هر روز در دسترسم بود. یعنی برای انجام این کار، برای این پروژه فقط قهوه‌م رو می‌خوردم و یک مداد داشتم که روشون نقاشی بکشم. و بعد وقتی مامان بازداشت شد و به زندان رفت، از من خواست که تعدادی از نقاشی‌هایی که چه از خودم چه از خود مامان کشیده بودم رو براش بفرستم و اینجور شد که این نقاشی ها هم پاشون به زندان باز شد. چون اینا رو به نقاشی ها رو به دیوارهای کنار تختش میزد و خب بچه های دیگه، زندانی های دیگه هم اینا رو میدیدن و بعد از یک مدت تبدیل شد، چون ما نامه میفرستادیم برای مادرم. یعنی اکثر زندانیا، این هم یک راه ارتباطی دیگه با زندانی هامون در زندان ها هست، ما براشون نامه میفرستادیم و مامان میخواست از من که من روی این نقاشی ها، روی این کاغذ پشتش براش نامه بنویسم و اینها رو براشون بفرستم و این کم کم تبدیل شد به یک راه ارتباطی دیگه بین من و مامان داخل زندان. غزل عزیزم، منم به سلام میکنم. خیلی باعث افتخاره که با شما داریم مصاحبه میکنیم و چقدر راه جالبی برای درست کردن یک هنر انتخاب کردی و پیدا کردی و اینکه جای مامان خالی نباشه. ما همیشه از ماما حرف میزنیم در برنامه و نامه هاشون و بیانیه هاشون رو مطرح میکنیم. اگر که باشون صحبتی داشتی یا نامه ای فرستادی، سلام ما رو برسون لطفا. من یه سری سوال دارم زیاده، ولی پشت سر هم میپرسم که بعد شما به من جواب بدی. چی شد که این مجموعه کارت پورتره شد؟
و پورتره زنان شد و پورتره زنان زندانی سیاسی توی ایران شد، ولی چرا توی اروپا انجام شد این نمایشگاه و پیامت چی بود؟ آیا مخاطبهای غیر ایرانی پیامت رو گرفتن و با کارها تونستن ارتباط برقرار کنند؟ من اگر بخوام از خیلی قبل تر شروع کنم، دقیقاً میرسم به روزی که اولین بار برای ملاقات با مامان به زندان رفتیم، به زندان اوین رفتیم. و خب تمامی افرادی که اونجا الان زندانی هستن تا قبل از اینکه من ببینمشون، ملاقات باهاشون داشته باشم از نزدیک، فقط برام یک اسم بودن. و اینکه من خیلی گفتم که اولین باری که پام رو گذاشتم داخل زندان اوین، یک فضای خیلی سرد، یک فضای خیلی سردی هستش که این آدم ها دارن بهش روح میدن. این آدم هایی که تو برای اولین بار وارد یک فضا میشی و این آدم ها رو میبینی، تک تک بچه هایی که الان اونجا هستن، حالا یک سری هاشون پورتره هاشون الان کشیده شده. و من چرا اینها رو، یعنی صورت‌های این زن‌ها رو انتخاب کردم برای به تصویر کشیدن، این بودش که خب با اینها یک ارتباط خیلی نزدیکی پیدا کردم توی این سال‌هایی که می‌رفتم. هر هفته ملاقات‌هایی که داشتم با مامان، خب همه بچه‌ها رو می‌دیدم. و اینکه خب من به عنوان یک زن قطعاً با اینها بیشتر ارتباط نزدیک میتونستم داشته باشم، احساساتشون برام بیشتر قابل درک بود. و درسته که من هرگز خیلی از این بچه ها رو باهاشون هیچ گفتگویی نداشتم، باهاشون هیچ دوستی نزدیکی نداشتم، ولی تک تکشون شدن دوستان من، دوستانی که خب بالاخره 2 ساله که مامان اونجاست و باهاشون هر روز در ارتباطه و با هم زندگی میکنن و این زندگیشون برای من مهم شد. و در واقع اصلا فلسفه این کارها برای من از این هستش که این قهوه هایی هستن که ما میتونستیم روزی در آرامش بشینیم و دور از تک تک دغدغه هایی که این روزا داریم و قبلا هم داشتیم، این قهوه ها رو با هم بخوریم و با هم صحبت کنیم و هم دیگر رو بشناسیم و گفتگو کنیم. و اینا از همون گرفته شد، این تک تک این روزها از همون گرفته شد، چه بچه هایی که الان زندان هستن سالیان ساله، چه خب پورتره های دیگه ای که از انسان هایی نقاشی شده که خب این روزها اتفاقاتی براشون افتاده که ما هرگز نمیدونیم، این آدم ها رو نمیشناسیم، هیچ جا منتشر نشده اسمی ازشون، و اینها از تخیل من میاد. خیلی زیبا غزل جان من، مرسی که همراهمون بودی. در افتتاحیه نمایشگاهت یک پیام صوتی پر از امید از مادرت عالیه مطلب‌زاده، نرگس محمدی، و یک سرود دست جمعی از زندانیان سیاسی زن زندان اوین داشتی که ما هم دوشنبه هفته پیش اتفاقا اون رو با نقاشی‌های خودت توی برنامه پخش کردیم. فکر می‌کنین توی این روزای سخت مردم ایران و این زنان زندانی چی میخوان به ما بگن؟ خب من فکر میکنم این روزهایی که هممون بیشتر نیاز داریم که امیدوار باشیم، این امید به همون تزریق بشه، این فقط نباید از جانب افرادی که الان در داخل زندان هستند به ما برسه. من خودم به عنوان یک شخص، سرودی که برای من خوندن و پیامی که از داخل زندان به من دادن، امیدم رو 100 برابر بیشتر کرد، به خاطر اینکه اینها انسان‌هایی هستن که سالیان سال درگیر این مشکلات هستن و در بند هستن و بسیار بسیار فشار روشون هست و همچنان انسان‌های قدرتمندی موندن و همچنان در تلاشن که امید بدن به بقیه که روز آزادیمون نزدیکه، ناامید نشین. و اینکه این امیده که قدرتمونه. به نظر من ما هم باید امیدوار باشیم، ما هم باید هر روز یک قدم برداریم به سمت آزادی، به سمت یک حرکت کوچیک که نشون بده که
ما هر لحظه، هر ثانیه، هر روز داریم نزدیکتر میشیم به اهدافمون که هدفمون چیزی نیست جز آزادی. خیلی ممنون. پیام آخره چیه غزل جان؟ به عنوان آخرین صحبتمون. امیدوارم که روزی برسه که تک تک دوستانمون که این روزها چه در ایران چه در زندانهای ایران، چون ایران خودش یک زندان بزرگتری هستش. من چندین ساله میگم این رو که حالا زندانی های ما یک تعدادیشون پشت دیوارها زندانی هستن و الان یک سری ها در ایران که زندانی بزرگتر هست زندانی هستن و امیدوارم این همبستگیمون، این اتفاقی که باعث شد ما همه جای دنیا به همدیگه نزدیکتر بشیم، ما رو به جای درستتر و بهتری برسونه، چون همونطور که گفتن ما هدف هممون آزادی هستش و هیچ ایرانی در حال حاضر جز این نمیخواد. خیلی متشکریم از تو. با تو خدافظی میکنیم. خیلی ممنون. مرسی. قربانت. روزت بخیر باشه. خدافظ. من در راستای حرف غزل عزیز در مورد اینکه ایران یک زندانه، من یک خبری داشتم که توی بخش اول نشد بگم. حسین شنبه‌زاده ویراستار ادبی فعال توییتری به مدت یک هفته اومدن مرخصی با 800 میلیون تومن وثیقه. یه چیز خیلی عجیبی نوشته بود تو توییترش، من دیشب میخوندم. میگفتش که من اون تو که بودم توی زندان که بودم بعد از آتش سوزی میخواستم که واقعا بیام بیرون، ولی وقتی اومدم بیرون دیدم چقدر اوضاع بدتره و گفتم اونجا هر کاری که میکنیم به همدیگه میگیم ایشالله آزادید. من میخوام به همه بگم ایشالله آزادی همتون، ایشالله آزادیمون، آزادی کشورمون، آزادی قلممون، بیانمون، مردممون، اینترنتمون. من دوست داشتم که دیدم این توییتی که زده خیلی، یه توییت طولانیه که بسیار زیبا نوشته، از یه سری الفاظی هم استفاده کرد که اتفاقا دل آدم خنک میشه، ولی نتونستم من بگم. متشکرم از شما. برنامه رو با رقص آزادی، کاری از جوانان داخل ایران و صدای لاوین با شعری زیبا از شرکوبیکس به پایان میبریم. امید که تندرست باشید، آرزوهای جوانیتون محقق بشه. تا فردا ساعت 3 مراقب خودتون باشید. هاتوم با فرم کا چون رو بار راجنم، هاتوم برد فرم کا لسرو چون برویم، هاتوم رگ فرم کا لکیو بگم دلی خاک، هاتوم گل فرم کا شیر چون جوانه بی، هاتوم مل فرم کا تماشام چون بفرم. من هاتوم بو اوی ام آگر گوره ای اوینی نیشت من تم بر بی، من لیره لنو ام اوینه چردا دل نیام وک راستی، من لیره لنو ام در بندی دو کلو تر صدا آسوده وک سما Yeah.